قتل یک نماینده مجلس انگلیس که گفته می شود عامل آن یک جوان سومالیایی تبار بوده باعث افزایش جرائم ناشی از نفرت علیه مسلمانان این کشور شده است این جرم می تواند حتی به مرور تبدیل به خطرهای بزرگی شود زیرا فضا را لبریز از نفرت می کند همکارم علی اکبری گزارش می دهد در پی قتل یک نماینده پارلمان انگلیس شورای مسلمانان این کشور قصد دارد برای کمک به مسلمانان و مساجد این کشور که در معرض نفرت پراکنی قرار دارند یک راهنمای ویژه منتشر کند زارا محمد دبیر کل این شورا اعلام کرد اعضای مساجد در داخل و اطراف سوساند پس از قتل این نماینده محلی ناراحت شدند و آنها او را همچون عضوی از خانواده خود میدانستند و افزود این یک جنایت وحشیانه بود و ما به شدت آن را محکوم می کنیم. هیچ کس در جامعه محلی مسلمانان نمی باور کند که کسی فرد دیگری را وحشیانه به قتل برساند چه برسد به اینکه فردی مانند سر دیوید امس را بکشد که بسیار به آنها توجه داشت دبیر کل شورای مسلمانان انگلیس افسود مسلمانان بسیار متاسف شدند وقتی شنیدند یک جوان 25 ساله سومالیایی به قتل این نماینده متهم شده است پلیس این قتل را یک اقدام تروریستی خوانده است زارا محمد افزود پس از این حادثه تهدیدهای زیادی علیه جامعه سومالیایی تباران انگلیس به ویژه زنان و برخی از سازمانهای سومالیایی مطرح شده است وی افزود رسانه های اجتماعی لبریز از نفرت شده است در نتیجه این سازمان قصد دارد راهنمایی برای مقابله با جرایم ناشی از نفرت تهیه کند که به زبان سومالیایی ترجمه می شود و از طریق واتساپ به اشتراک گذاشته می شود سر دیوید امس نماینده پارلمان روز جمعه گذشته هنگام شرکت در جلساتی در حوزه انتخابیش با چند ضربه چاقو کشته شد زارب چند ضربه به مقتول زد و به گفته شاهدان همانجا منتظر ماند تا پلیس او را دستگیر کند پلیس بعد از دستگیری یک مرد 25 ساله که گفته می شود سومالیایی تبار است به دنبال مزنون دیگری نیست پلیس معتقد از زارب به تنهایی عمل کرده است اما تحقیقات درباره شرایط منجر به حمله ادامه دارد